بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند بخشاینده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان نهایت محترم و همه هموطنان عزیز. در هر کجای کشور عزیز من هستید صحتمند و سالم باشید. با ما همراه باشید، پکیج معرفی برنامه دانستنی طبی را خدمت شما تقدیم میکنیم. بخش های این هفته دانستنی های طبی: بخش ویتامین، معرفی ویتامین های B1، B6، B12. بخش متخصص، بیماری سیاه‌سرفه در کودکان با دکتر صاحب حبیب الله شفا. بخش انسان روان، اثرگذاری ذهن بهتر. و در بخش کمک های اولیه، سوختگی. در این بخش می‌پردازیم به معرفی ویتامین ها. ویتامین های B1، B6، B12 کاربرد زیادی دارد. با ما همراه باشد در این بسته معلوماتی از ویژگی های این ویتامین آگاهی بیشتری پیدا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز می خواهیم در مورد گروه ویتامین های B به شما معلومات ارائه بکنیم. ویتامین B 8 نوع ویتامین داریم که منحل در هاپ می باشند. ویتامین 1، ویتامین 2، ویتامین 3، ویتامین 5، ویتامین 6، ویتامین 7، ویتامین 9 و ویتامین 12 که ویتامین 12 مکمل ویتامین های 8 هستند، برام ویتامین B کمپلکس هم یاد میشن. خاندان ویتامین B در سبزیجات، میوه‌جات، در ریزمغزی ها، در انواع گوشت ها، در سرخی گوشت، همچنان در سبزیجات برگ های تیره رنگ بیشتر پیدا میشن. همچنان میتونیم ویتامین B را از مواد غذایی که نام گرفته شد در خانه های ما وجود دارن میتونیم استفاده بکنیم و کمبود ویتامین B خود را رفع بکنیم. در صورتی که نتونستیم از مواد غذایی به طور مکمل ویتامین B را تکمیل کنیم بر بدن ما، میتونیم که از مکمل های ویتامین B کمپلکس که قرص هایشان هستن استفاده بکنیم. علائم شایع کمبود ویتامین های گروه B عبارتند از ریزش مو، شکنندگی ناخن ها، سوزنک زدن انگشتان دست و پا، بی‌حسی و بی‌خوابی دست و پا و همچنان پوسته پوسته شدن اطراف چشم، بینی و دهان، ترکیدگی لب و گوشه های دهان و همچنان در خانمای باردار میتونیم بگوییم به خاطر استفاده ویتامین B9 که اسید فولیک هستن و به خاطر کمخونی استفاده میشن، اگر خانمهای باردار در دوران بارداری مواجه با کمخونی هستن میتونن از فولیک اسید B9 استفاده بکنن. سیاه‌سرفه در بین نوزادان و کودکان نسبت به بزرگسالان شیوع بیشتری دارد. سیاه‌سرفه چی هست و چی گونه تداوی می‌گردد؟ جلب توجه می‌کنم به صحبت یک تن از دکتران متخصص اطفال که با هم می‌شنویم. خب دکتر صاحب، موضوع برنامه ما به ارتباط سیاه‌سرفه بود. در قدم اول یک تعریف کلی از سیاه‌سرفه که چی بیماری است؟ سیاه‌سرفه یک اصطلاحی است که از سابقه ها طالب بانده و در بین اطفال زیادتر مروج می باشند. توسط یک میکروبی که به نام بوتیتلا پرتوز زیاد می شن، ای ایجاد می شن و ای را برام وپن کاف یا سیاه‌سرفه یاد می کنن. خب دکتر صاحب، یکی عراض علایی میشه خود به خود گفتین که این سرفه داره، این کلمه سیاه که بالاش اضافه شد سیاه سرفه، علتش چی است و این سرفه از این با دیگه سرفه های سیستمی تنفسی چی تفاوتی داره؟ چون از نامش پیداست که نامش بالاش هم ماندن که سیاه سرفه یک آمیانه اصطلاح است، ولی در توابط ما اوپن کاف میگیم، چون سرفه ها به شکل متواتر میباشن که چهار طرف دهن و اینا به کبودی کشانده میشن و چون اینا کبودی که ایجاد میشه با سرفه دوامدار اینا میگن سیاه سرفه و چون برای مریض مجال تنفس نمیدن. خب. یعنی پشت پشت سرفه های متواتر میباشن، مثل یک سرفه ای که در ریزش و در زکام است، مشخصات از این همی است که کبودی لبها و پشت سر هم این سرفه بوجود میاد. علل و عوامل علل پیدایش از این به چی طریق است؟
این انتان یامی میکروب از سالهای سابق بوده تا حال و خوشبختانه در واکسین اطفال دخیل است که امید واکسین های دوری طفولیت که برای اطفال صورت میگیرن، یکی از اونها هم واکسین های برتوس است که چه سرفه می باشن. اینها زمانی که میگیرن 3 تا 5 سال میتونه که یک معافیت دائمی را برشان ایجاد کنه. جدا از سرفه که گفتین دوامدار داره دیگه چی اعراض علائم اینا نشان میده؟ 3 استیج داره. اول استیج اولش که صفحه اول از 1 تا 2 هفته می باشه، در 1-2 هفته این بمانند ریزش شروع می کنه، مثل یک کترال استیج است، یعنی به شکل ریزش یا نزله شروع میشه. سرفهایشان بسیار خفیف می باشه و از یک حالت کمانکول یا ریزش فرق نمیشه. و بعدا صفحه دومشان یا استیج دومشان که شروع میشه که ایره به نام پروگزیسمال استیج یاد میکنه یا هجمی مرض که در اینجا شدت پیدا میکنه و سرفه ها در این مرحله تشخیص میشه که به شکل متواتر می باشه، پیهم و زیاد از رجلت نمی باشه، بعضا میتونه با استفراقات هم یک جا باشه. شما از واکسین یاد کردین، اگر یک فرد واکسین کرده باشه باز دوباره مبتلا میشه به این بیماری؟ امکان داره که همین کسایی که واکسین میکنن یا واکسین به صورت درست صورت نگرفت یا معافیت در مقابل ازی ایجاد نشده باشه و یا ای که در زمانی که واکسین میکنه به مرض دیگه مبتلا شده باشه که انتیبیوتیک هایی که بالای این مرض تاثیر داره عکس کرده باشه و ای را سبب محو خود واکسین شده باشه، مانند اریتمایسین که بالای خود همی انتان پرتوز است یا برتیتولا پرتوز تاثیر داره یا سرفه، اینا میتونه که در مریضایی که گلون درد باشه یا زکام باشه هم استفاده شوه و این کسایی که واکسین شده باشه همین واکسین هم میتونه که از بین ببره. و شما فقط تشخیص آن امیزی سرفای مکرره که یادآوری کردین از این میکنین یا نه کدام معایناتی تشخیصی دیگه وجود داره؟ معاینات تشخیصیشان یک کلچرشان است که اونو کلچرشان به نام بردید جنگ و میدیوم یاد میکنن که اینا دو کشت میشه و بعد از او که زمان کلاپور داده شد باز تداوی اساس از او شروع میشه، اما اکثرا از کلینیک تشخیص میشه. از امروز اعراض علمی کلینیکی باز فرد نشده. چی اختلاطاتی داره اگر کسی ایره تداوی نکنه؟ آیا قابل تداوی هست؟ بله قابل تداوی است. تداویشان هم امو اریتومایسین ما شروع میکنیم، یک انتیبیوتیکی است که 40 تا 50 میلی گرام پر کیجی یعنی در هر کیلو وزن استفاده میشه از اون و در صورتی که سرفه ها متواتر یا دامدار باشه زیاد زجر دهنده از انهیلیشن یا سلبوتامول که به شکل نوبولیزیشن استفاده میشه از اینا استفاده میکنیم و اگر در صورتی که در دسترس نباشه از خود ادویه به نام سلبوتامول یاد میشه میتونیم از طریق اورال استفاده شود. یک نفر اگر در خانه سیاه سرفه گرفتن دیگر اعضای خانه و فامیل هم ممکن که استراحت بکنه؟ بله میتونه استراحت میکنه و در صورتی که کسایی که سپری کرده باشه اونا را نادر است که بگیرن نمیگیرن، یعنی معافیتش خوب است دائمی است و اطفالی که در خانه هستن که مصاب نشدن اونا باید به خاطر جلوگیری از آنتی بیوتیک که به نام اریتومایسین به شکل وقایعی باید تا ختم پروسی مرض استفاده کنن. باید این استثناء نسبت به سایر مرض اگر کفزی اگر کسی در خانه زکام باشه اون وقت همون فرد باید تداوی بکنه، لازم نیست که اعضای خانواده را تحت مراقبت این تداوی بگیریم. این باید در سیاست رفعه او قدر میکروب شدت داره که باید کسان دیگر هم به عنوان یک وقایعی باید ادویه استفاده کنه تا که اونا مصاب نشه. خب در بین بزرگسالان عین همه اعراض علائم وجود داره؟ بزرگسالان هم میگیرن؟ نادر است. آیا یک میشه که در زمانی که مبتلا شده یک فرد ممکن که واکسین نگرفته باشه، آیا در این جریان بیماری میشه که واکسین کرد؟ نه خیلی، واکسین خود یک پروسی است که معافیت بعدا اجرا میکنه، در این صورت به درد نمیخوره و زمانی که واکسین میگیرن 3 تا 5 سال معافیت بعد اجرا میشه، یعنی یک وقفه کار است که باید اینا یک نیمی وقفه را سپری کنن بعد از او باز معافیت ایجاد میشه و مصاب نمیشن. مثل که سرخکان هم مثلا واکسین سرخکان زمانی که بزن تا آخر عمر دیگه کفایت میکنه و این واکسین از این به این شکل است که یا کسی که مصاب میشن دیگه نمیگیرن و یا کسایی که واکسین میگن اینا هم دیگه در طول عمر مصاب به همین سرفه نخواهد شدن. خب مثلا در یک همسایگی در یک خانه در یک فامیلی مثلا همین سرفه به وجود آمد، چطور پیشگیری بکنیم که این سرفه نگیره یک طفل را؟ یک گناه رایشان هم واکسین است.
واکسین های دوری طفولیت باید به صورت مکمل اجرا شود تا اینا مصاب نشن. چرا یک تعداد افرادی را به نام سرفه صد روزه یاد میکنه؟ چرا قصد دوامدار یاد میکنه اینا؟ چون پروسی امی مرض به صورت طولانی می باشن، استیج اولش 1 تا 2 هفته است، استیج دومش 2 تا 6 هفته و استیج سوم از این مرض که پس دوباره برگشت میکنن اینا 1 تا 4 هفته است که تقریبا بیشتر از 12 هفته سوم یک 12 هفته 120 روز اید به اصطلاح آمیانه 100 بیش از 100 روزه ماندن. امی در مرحله سوم که شما استیج سوم یعنی مرحله سوم در این وقت ممکن در اختلالات هم پیدا بکنه؟ اختلالات زیادشان در پروگرسیمال استیج شان است که در حجمه مرض می باشه که میتونه که همی انتان به طرف سیستم مغزی دفاع کنه یا میتونه که در ریه بره یک سینه بغل ایجاد کنه و یا یکی سرفه های متعادم میتونه که سبب هرنیا یا چوره شود. لازم است که بدانیم تمام افراد موفق یک قدرت مخفی که همه انسان ها او را دارند او ذهن است. اولین راز موفقیت هر انسان داشتن ذهن برتر است. چگونه ذهن برتر داشته باشیم؟ در این رابطه بخش انسان و روان را با هم یک جا میبینیم، معلومات بیشتر را کسب میکنیم. انسان اشرف مخلوقات در خلقت بسیار پیچیده و پربها که پا به این کره خاکی گذاشته. انسان ها در کنار تغذیه جسمی، روح و روانشان نیز در بُعدهای مختلف مورد بحث قرار دارد. تن و روان دو پدیده بهتر که فراز و نشیب های زندگی را در خیش می پروانانند، نشانه هایی از بزرگترین امتیاز خلقت خالق سبحان بوده و هر از گاهی افراد دچار صلابیت‌های موزونی و گرفتاری‌های فیزیولوژی بوده که آناتومی بدن در ساخت و ساز آن نیاز فوری و اصلی دارند. محور این بحث اثرگذاری ذهن بهتر، ضعف در ذهن و راهیابی استفاده درست از ذهن می باشد که دیدگاه کارفهمی را برای هموطنان عزیز از این دریچه صدا و تصویر به اشتراک گذاشته و روند زندگی بهتر شما بینندگان برای ما مهم بوده و کوشا در این هستیم تا با موارد ثمر بخش مهمان خانه های شما عزیزان باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما بیننده های عزیز. دقیق خلقت انسان موجود بهتر که واقعا اشرف مخلوقات هست داره جنبه های زیاد سلولی است که مفادیت در ارزش ها، پیوند ها، چگونگی تغییرات در زندگی، در جامعه، در جهان می باشد. یکی از او پدیده های اساسی ذهن هست. ما ببینیم که اثرگذاری ذهن بهتر در کدام موارد رویش بحث باید بکنیم. ذهن خودش یک پدیده است که در تصورات، در تفکرات، در خیالات، در موضوعات مختلف ارزش ها، هوشیاری، ادراک اینا دست باز دارد و خود ذهن قوت و اساس پدیده هایی است که اساس منفعت های فکری در بشر ایجاد میکنه. ذهن پیوسته در آراستگی، در تغییرات، در محورهای فردی، اجتماع و جامعه محور بسیار اساسی بوده. ما زمانی که تصور درست از فکر خود داشته باشیم ببینیم که تغییرات در محور زندگی ما چی هست. هر تغییری بهتر، هر موزونه هایی که به اساس منفعت بشر ایجاد میشه در قدم اول ذهن از که را بازسازی میکنه. اگر ببینیم که یک انجینیر هست، یک مهندس هست، یک دکتر طب هست، یک هنرمند هست، هنرمند تئاتر است و هنرمند برنامه های دیگی که در بستر اساس زندگی زیست دارن، اینا تحولات خوب را اول در ذهن جا میتن، بعد روی ورق پیاده میکنن که امی تفکر درست گرفتن، تفکر درست از ذهن محورهای بیشتر در زندگی بشر است. چی در خانواده باشه، چی در سلوک و رفتار اجتماعی باشه، چی پیمانه هایی که از خود بشر بر مبنای فرد و اجتماع ارائه شود. خب ما اگر در فکر، در تفکر درست ذهنی استفاده درست بکنیم، ما میتونیم که انسان موفق
دارای ادراک درست، دارای احساس درست، دارای تحولات شگفت آوری در جهان بچه. ببینیم هر پدیده‌ای که نو ظهور میکنه، هر پدیده‌ای که تغییر در زندگی بشر ایجاد کرده، هر پدیده‌ای که بر ساخت ساز مدرن ارائه شده، و طبعا اول از ذهن فرا گرفته، چون ذهن محور اساسیه تمام تصامیم مثبت و ارائه دهی درست در زندگی بشر هست. هر قدر که انسان بتونه ذهن خود را بر محورهای اساسی عمل ارائه بکنه، طبعا که در اونجا احساسات خوب، رونق دهی و اساس پیروزی ها و کامیابی ها را در بر دارد. ذهن پیوسته انسان را در راه سالمیت، در راه ارزش ها، در راه تحولات، در راه تفکرات بهتر، در راه احساسات بهتر، در راه ادراک بهتر و طبعا جمع تمام موضوعات هوشیاری در بر میگیره که ذهن انسان است، که انسان منحص یک فرد هوشیار، یک فرد لایق و یک فرد که بتونه خوبی ها را استنباط بکنه و بتونه ارزدهی درست در جامعه داشته باشه. طبعا ذهن است که انسان وراثتگی میده و ذهن است که بر انسان کمک میکنه تا انسان فراگیر باشه. یعنی انسان فراگیر و انسان منجمد بخش های مختلف را از خود ارائه میکنه. چگونه؟ ببینیم که بسیاری موازنه هاست که انسان ها زیاد است، ولی در بین انسان ها انسان مؤثر و انسان مثمر کدام هست؟ انسان مثمر و انسان مؤثر انسان هایی هستند که توکل بر خدا است، در ذهن درست آراسته هستند. ذهن است که محوریت اساسی وارستگی بدن انسان، وارستگی عمل کرد انسان، وارستگی موفقیت ها در امور کاری، ادارات، دوائر مختلف، در اجتماع، در تمام بوت های اساس زندگی ذهن انسان کمک میکنه تا انسان بر محور اساسی منفعت ها، داشته های خود را، ارزش های خود را مورد ارزش داشته باشه و بتونه در اجتماع از مؤثر بودن فرد بر اجتماع و خانواده خود تأثیر گذار بسازن. و زمانی که انسان میتونه که ارزش های خودی را از ذهن خود کار بگیره، طبعا انسان موفق خواهد بود. هدف از کمک های اولیه در سوختگی این است که فرد مصدوم را تا رسیدن به یک مرکز صحی آسیب بیشتر بر او وارد نشود. چگونه میتوانیم که آسیب بیشتر به او وارد نشود؟ به این بسته معلوماتی کمک های اولیه بخش سوختگی با هم تماشا میکنیم. آهان دستم سوخت. کجای دستت سوخت؟ میگه باشه چیکار کنم؟ چیکار؟ زمانی که دست فرد نمیبینیم که سوخته، ما خودمون یک زخم سوختگی ایجاد کردیم و سوختگی چند درجه داره که درجه اول، درجه دوم، درجه سوم است و ما قبل از اینکه زخم مریض خود را تداوی کنیم، اولین کاری که میکنیم لوازم آرایشی، هر چیزی که در دستشان مثلا بود، انگشتر یا هم ساعت، اونا را میکشیم به خاطر در زخم سوختگی ای نچسبه. و اگر ای خو قسمت پایان دست است، اگر قسمت بالای دست باشه که مثلا لباس از اینا باشه، لباس از اینا را میکشیم به خاطر از اینکه میبینیم اگر که چسبیده بود قیچی میکنیم، اگر نه چسبیده بود کوشش میکنیم لباسشان را بکشیم چون خود امی زخم خراشیده نکنه. زمانی که سوختگی میبینیم در فرد اتفاق افتاده، او را میگیریم اول با آب که نه اینقدر سرد باشه، نه قدرم گرد، آب ملایم مثلا مرتوب دیگه، او را میگیریم از قسمت بالای زخم، قسمت خود بالایش، در سر خود زخم نمندازیم، از قسمت بالای زخم مندازیم به پایان که امی خود زخم کم سرد بسازیم. اگر سر خود زخم پردیم باعث خراشیدگی زخم و حتی خونریزی در زخم میشه. این خود زخم کمتر است اگر زیادتر باشه که این فعلا در شامل درجه دو میشه. درجه اولش که است مثلا در تفت دیگ، تفت بخار، تفت و جوش اینا میسوزه، او درجه اول میشه و این فعلا درجه دو است. و سوختگی درجه سوم که است، حتی میتونه خود پوست و لایات بافتی خود پوست شامل شود. و ما چی چیزا رو میتونیم در خانه بر فرد انجام بدیم که دچار سوختگی شده باشه تا اینکه پیش دکتر ببریمش. و بعضی ها میگن که ما باید در زخم سوختگی چی چیزا استفاده کنیم، مثلا از کچالو
که خود کچالو که هسته این یک کار اشتباه کنه سر زخمش استفاده کنیم. زخمی که سطحی باشه روی پوست باشه به خاطر سرچدانش میتونیم استفاده کنیم، ولی این زخم رو نمیتونیم از کچالو استفاده کنیم. یا بعضی کسا میگه از کریم دندان باید استفاده کنیم، از کریم دندان از اینا نباید از سر زخم زده شد، چون به خاطر که خود زخم میکروبی میسازه. و ما میتونیم زمانی که امی سوختگی ایجاد شد، وقتی که زخم ای خوب گفتیم که زخم درجه دو است، وقتی که زخم تر کردیم با آب بعد از اون میگیم سر زخم نمک پاش میدیم. زمان پاش میدیم که خود زخم مثلا تازه سوخته و هیچ آبله نزده، این زمان میگیریم سر زخم نمک پاش میدیم. و این نمک پاش دادن سر زخم باعث از این میشه که آبله نزنه و باعث آبله زدن زیاد در دست بیمار نشه. و در بعض خانه شاید مرهم سوختگی باشه که ما از مرهم سوختگی میتونیم استفاده کنیم، که مرهم سوختگی به خاطر کاهش درد و سوزش در مریض کمک میکنه به ما. و اگر که دیدیم دردش زیاد شد، شدیدن درد داره، ما کوشش میکنیم نزد دکتر ببریم. و ما تا زمانی که پیش دکتر ببریم چی کارا انجام میدیم؟ اگر زخم سوختگی بسیار شدید باشه، ما نمیتونیم هیچ کدام از اینا استفاده کنیم. ما از پلاستیکی که در خانه یا پلاستیک عادی باشه یا از پلاستیکی که روی میوه و اینا استفاده میکنیم، این چه قسم میتونیم استفاده کنیم؟ این رو میگیریم به این قسم باز میکنیم و خود زخم، این خود زخم گفتیم که پایان است. و اگر زخم بالا باشه، دست، صورت یا پا، در او هیچ نوع ما مداخله نمی کنیم. و اگر سوختگی او زیاد بطور پیش نزد دکتر میبریم. و این رو میگیریم چه قسم سر زخم میمانیم، این را به یک قسم نه بسیار فشار میتیم نه بسیار هم آهسته، این را به یک قسم سر زخم میمانیم و این قسم بسته میکنیم که خود زخم میکروبی نسازیم. این البته زمان میکنیم، فعلا این سوختگی که بسیار کم است، سوختگی که بسیار زیاد باشه و ما از نمک اینا بالاش استفاده نکده باشیم، این میتونیم سر خود زخم بپوشانیم و فردی که دچار سوختگی شده بعد از اون میتونیم پیش دکتر ببریم. و اگر سوختگی کم باشه، از این مرهم سوختگی میتونیم برش استفاده کنیم که شاید در خانه های بعضی ها باشه، میتونن از مرهم سوختگی استفاده کنن. و در غیر صورت از هیچ نوع دارو و یا مواد خوراکی اینا نمیتونیم سر زخم مریض بندازیم، چون باعث عفونی و میکروبی خود زخم میشه. گفتیم که زخم در قسمت پایان است. اگر زخم در این قسمت ها باشه، ما چگونه باید بفهمیم که این فرد سوختگی شدید است یا کم؟ زخم خود فرد به اندازه کف دست خودش میبینیم. این کف دست سر زخمش این قسم قرار میده. اگر اندازه کف دستش باشه میگیم که عادی است. اگر از اندازه کف دستش زیادتر باشه میگیم که غیر نرمال است. و در نوزادها یا در اطفال که سوختگی رخ میده، مثلا دست و پای اینایشان، ما چه رقم میتونیم که بفهمیم که سوختگیشان شدید است یا کم است؟ به اندازه یک سکه یا مو پنجی در خانه شاید باشه میتونیم اندازه گیری کنیم زخم از اونا را. اگر از اندازه یک سکه در نوزادان زیاد باشه در اطفال، او وقت میگوییم که سوختگیشان زیادتر است. و در طفلا یا اینا کوشش نمیکنیم ما مداخله کنیم و به اولین فرصت باید پیش دکتر ببریم. اگر گفتیم در دست باشه میتونیم تداوی کنیم، در صورت یا پای دیگه جای باشه ما نمیتونیم در اونجا قرض بگیریم، باید اونا پیش دکتر مراجعه کنن. بیننده های عزیز، برنامه ما به اینجا به پایان رسید. امیدوارم که مطالبی که تابال بیان شد مورد رضایت و پسند شما قرار گرفته باشد. امیدوارم که نکات مفید را از این برنامه برداشت کرده باشید. با اتفاق همکاران عزیزم با شما بینندگان خوب خداحافظی گفته، خدا یار و مددگارتان.